ماجرا داریم. یکی اینکه این مثال هایی که زدید منو به اینجا میرسونه بگیم که پس نقشای من به واسطه بگید کارهای نقشای بقیه مقدار زیادی شکل میگیره. یعنی اینکه اگر شوهر من سرد هستش، شاید به خاطر نقشی بوده که من روی اون گذاشتم و اون نقشش رو در حال اینجوری با من بازی میکنه. پس یک حالت سیستمیک و یعنی که همه به هم دیگه یک جوری ارتباط داریم و اینکه نیستش که اون آدم چیزی هست یا اینکه اون چه میدونم زیر سرش بلند شده و غیر ذالک و از این طرف داریم میکنیم من حالا نقشم به عنوان نقش همسر، به عنوان نقش مادر چی. یکی اینه، یکی هم دیگه این که حالا من خیلی میبینم که وقتی من میخوام نقش خودم بازی میکنم و میکنم مادر فداکار و میخونم و تو فداکاریم افراط میکنم، یعنی خودم رو میذارم کنار، منافع خودم رو میذارم کنار و منافع طرف مقابل میبینم. بعد این حتی یه جور ارزش میبینم که یعنی که من خودم رو فنا بکنم که اینها به یک جایی برسن. ما داریم صحبت اینه که تعادل باید باشه، نه منفعت تو هم هست. چون تو ناراحت میشی میاره چی ناراحت شدی؟ برای اینکه خیلی مایه گذاشتی، منفعت خودت ندیدی و اینجا عصبی هستی. ولی بعد وقتی که میاد فرافکنیات انجام میدی، میگه همش اون بوده، نگاه کنید من مایه گذاشتم، نگاه کنید من مادر فداکار بودم، نگاه کنید من پدر فداکار، حالا من نقش مادری دارم بازی میکنم. واقعا این نقشو چجوری معرفی کردم، باید چی باشه؟ باز من یک مثال بزنم. یک بار به من یکی میگفتش که راجع به همین نقشا صحبت میکردیم، ما نقشامو تو خونه باید چجوری بدینیم؟ گفتیم باز تو اداره نگاه کنید، شما نقشاتون تو اداره مشخص، به شما شهر وظیفه داده میشه، من میخوام شما رو استخدام کنم، مینویسم این 15 تا خاصیت رو باید داشته باشه. اینا ما این 15 تا خاصیت رو وقتی میخوام ازدواج کنیم ممکن ننویسیمش، ولی تو صحبت ها و تو ذهنمون پیدا میکنیم که با هم همون حالت هیجان و عشق و این هم با هم دیگه چی میشه. گفتم ما تو خونه یه وقت سوال کردین که چی از شما میخوان؟ مثلا یک مبحثی هست که شما میدونی بهش میگن ارزیابی 360 درجه، یعنی اینکه یک 360 degree فیدبک ما میتونیم داشته باشیم. بعد وقتی صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی من با پسر 18 سالم میشینم میگم که تو از من تو خونه چه انتظاری داری؟ یعنی میخوای چیکار کنم؟ والا مامان همه قد که هستی خیلی خوب و اینه. نه عزیزم بگو 15 تا برای من بنویس از من چه انتظاری داری. خیلی خوب. و بعد در ضمن منم اینا تو انتظار دارم. خیلی خوب. ببینیم اینا چند تا میشه. اون 80 تا انتظار داره، تو با 3 تا باز داری کمی داری فداکاری زیادی میکنی، داری افراط میکنی. از همسری جا پرسیدی از من چه انتظاری داری؟ فقط خانه‌دار باشم که خیلی انتظاییه، یعنی خیلی کلی خانه‌دار باشم. نه واقعا انتظار داری تو شب میای خونه من یه دونه لگن آب بیارم، تشت بیارم بذارم پاته بمالم؟ تو از من انتظار داری که اینقدر چیز نباشه، تهاجمی نباشه؟ یعنی واقعا چه از من انتظار داری و تو چه از من انتظار داری و تو چه از من انتظار داری؟ بذار انتظارم بعضی از این انتظار درست دارید میگم، من اگه بدونم حالا میخوام میگم شریرانه، کمی زیادیه. یعنی من نگاه کنید واقعا این همه انتظاراتو میتونی برآورده بکنی؟ اگه نمیتونی برآورده کنی باید یه جوری به اطلاع رسونده بشه که این همه انتظار رو من دارم برآورده میکنم. بعد آیا اون طرف هم میتونم نگاه کنم بابا شما اونجا بشینید، اینها انتظارات من هستن، پسر تو اینجا بشین، اینها انتظارات من. با اینها رو ما میتونیم یه کراس چک با هم دیگه داشته باشیم. حالا شما میگی ای آقا ما باید مشاور روانشناسی بگیریم که این کارا رو برای ما بکنه، و شما داری میگی که نه اون فضای روانشناسی رو داشته باشیم میتونی این کارا رو بکنی. این همه ما در تخته میذاریم، این همه کارهای پیچیده و عجیب غریب داریم میکنیم، این کار خیلی مشکله، یعنی واقعا خیلی مشکل، ما میخوام این کارو بکنیم که ببینم انتظار همسرم از من چیه. نه اینکه اینجا خب حسین بگو از من چه انتظاری داری و بعد اون بگه که من تو انتظار دارم که تو اینجوری باشی، اینکه خیلی رمانتیک شد. خیلی خوب. اینکه نه انتظاری ندارم، تو ماشاءالله خیلی خوبی، تمام. نه این نیست. یک کمی مایه بزنیم بر هم دیگه، یک کمی سرمایه گذاری بکنیم که بتونیم این نقشه رو بتونیم پیدا کنیم. چون که اگر من از این روانشناس بپرسم ممکنه روانشناس برای من خیلی ایدئال صحبت بکنه، ممکنه تصویر خیلی بگو خب من شما کارمون اینه، ما راجع به ایدئالیسم صحبت میکنیم که اینجاست که تو بتونی هر چقدر خیلی سریع به خودت به اونجا برسونی باز یه جور موفق هستی اگه بتونی خودت به اونجا برسونی. آقای دکتر یه نکته از دل بحث شما خیلی خوب استنباط میشه و اون این که ببینید ما نقش ها رو یاد میگیریم. حالا بحث اینه که اگه یه خانومی در داخل خانواده که بحثی هست که مبتلا به خب خیلی از بینندگان ما که در جاهای دیگه دنیا زندگی میکنن آشنا باشه، اگه مثلا فرضاً حالا شما بحث خانوم ها رو فرمودید عرض میکنم که صرفا نقش گیریش از سریال Desperate Housewives باشه، بله بله، از اون فقط نقش بگیره به اضافه نقش هایی که از این طرف و اون طرف تو گوشش میدن که شما چه لازم هستش که مثلا وقتتون رو توی خونه بگذاری به بچه ها، به پیاز داغ، نمیدونم فلان حرفا، و مجموعه دیگه ای که آگاهانه یا ناآگاهانه سهوا یا عمدن از جانب اطرافیان او به او تزریق میشه.
این نقش ها وقتی که برای او در واقع بعد عملی پیدا بکنه و تعریف بشه، چه مجموعه رفتاری را ایجاد خواهد کرد؟ ما یه بحثی با آقای خسروی هفته گذشته داشتیم که من جمله از سقراط گفتم: An unexamined life is not worth living. زندگی بدون اندیشیدن ارزش زندگی رو نداره. بحث اساسی اینه که ما نقش ها رو تا چند روز آگاهانه کشف میکنیم، به جای اینکه ما به اصطلاح، چون یه بحث خیلی مهمی توی سوشال سایکولوژی روانشناسی اجتماعی در مورد سوشال کنستراکشن هستش، که ما خب خیلی از این نقش ها به صورت جریان های اجتماعی برای ما ساخته میشه و ما تابع جریانات فرهنگی هستیم که اون نقش ها رو برای ما ساخته. آدمی که دائما از به اصطلاح Days of Our Life یا Desperate Housewives یا نمیدونم Baywatch و دیگران این نقش ها رو داره میگیره، حالا به هر حال به عنوان مثال عرض میکنم، و سوپ اپراهای دیگه که در این زمینه دارن، بعد از سوی دیگه اطرافیانش و گروه همتا هم نقش هایی رو به او تزریق و تجویز میکنن که این نقش ها نهایتا منجر میشه و منتهی میشه بر خودمداری و خودمحوری با حذف ارزش ها و زمینه های انسانی. خب نتیجه رفتاریش چه خواهد؟ من چی برمیدارم؟ اینجا برمیدارم که داره شش جور نقش به من گفته میشه، همه نقش ها جذابیت هایی دارن و یک بگید قسمت های منفی هم دارن. بعد فکر میکنی شاید خیلی وقتا ما مادرها، خانم ها، اینو مثلا داریم راجع به اونها صحبت میکنیم، یه جوری بگید تضاد با نقش پیدا میکنن، یه ابهام در نقش واقعیش میبینن، چون یک مجموعه نقش ها رو باید بازی بکنن که شمار زیادی از این نقش ها اصلا با هم در تعارض کامل هست. از یک طرف میگیم نقش یک همسر خوب مثلا توی اروپا اینه که آقا پیسا سفارش بده، یه ژیمناستیک ایروبیک هم برو بشین، فلان سریال هم تماشا بکن، معاشرتت هم داشته باش، ولی بعد ما میگیم خانواده اصیل ایرانی یعنی که تو خونه باشی، همچی چیزی رو از من انتظار دارن که صحبت شما لغت پیازداغ گفتید، آره تو پیازداغ باشه بشین باقالات پاک کن، یعنی که ولی آره خانواده ایرانی دارن این کارو میکنن، نه فکر نکنم اونا بشینن باقالا پاک بکنن و پیازداغ بکنن، اینا اونا هم دارن این کارو میکنن، ولی داریم میگیم که اونجا افراط اونجا رو داریم نگاه میکنیم، بعد تفریط اینجا، بعد تازه این یکی دیگه هم داره میاد، باز یکی دیگه هم داره میاد. شما اینجا شدی که نقشت مشخص تر باشه دکتر، میدونید دیگه مثلا فکر کنید 40 سال پیش نقش مادر ما خیلی مشخص تر بود، نه بود میدونه زن خانه داره باید بشینه تو خونه و مرد تامین کننده است، اینا مراقبه داره، مراقبتش انجام میده، فداکاری های افراطیش هم میکرد، همیشه مادر بزرگا ما قش میکنیم براشون، شاید بخاطر این فداکاری ها خیلی زیاد شد، ولی حالا من توی کوپنهاگ هستم یا توی اسلو هستم یا توی لندن هستم، توی یا مثلا توی من یه مثال آقای دکتر میذارم که شاید بحث رو یه مقداری روشن تر بکنه. ببینید شما پزشک، یه پزشک در نظر بگیرید، با بچه‌ش مثلا رفتن بیرون، توی فروشگاه بچه داره بازی میکنه و این بچه میخوره به یه جایی و سر صورتش پر از خون میشه. او هم پزشک هم پدره، یا هم پزشک هم مادره. اگه در اونجا به نقش مادری یا پدری خودش آگاهانه و ناآگاهانه مرتبط بشه، خب مشغول شیون و زاری و خیلی چیزهای دیگه خواهد شد. اما اگه در اونجا به نقش پزشکی خودش واقف باشه و بگه تو این وضعیت بهترین کاری که من میتونم بکنم چیه؟ که این بچه رو به نزدیکترین به اصطلاح محلی که هستش درمونگاه منتقل بکنم تا اونجا مداوا بشه. اگه این نقش رو آگاهانه انتخاب کرد، خب حالا وقتی برد در گاه دارن اونجا به اصطلاح رسیدگی میکنن، بیرون میتونه اونجا بشینه گریه بکنه. یعنی آگاهانه نقش را برگزیدن اصل اساسی است که در اینجا در محور بحث ما داره خودشو نشون میده. ما گاهی وقتا نقش ها رو ناآگاهانه بر اثر تجربه، بر اثر رفتارهای انفعالی، بر اثر رفتارهای واکنشی و رفلکسی، این نقش ها در واقع عارض بر ما میشن به واسطه مجموعه ای از ناخودآگاه که در سطوح مختلف در زمینه رفتار خودشو نشون میده. اما یه موقع است که مثلا شما نگاه بکنید یه آدمی که فرضاً بد اخلاق هست، زیاد خوش خلق و بسیار خوب نیست، حالا مثلا اگر این مسئول فروش شد یا بازاریابی شد، اینجا باید از خودش بپرسه قبل از اینکه من وارد این جلسه بشم و این مذاکره رو انجام بدم، درسته من آدم درونگرای بدخلق نمیدونم فلان، اما نقش من تو اینجا چیه؟ اگه به نقش خودش آگاهانه پی برد، خب یه مقدار لبخند میزنه، انبساط صورت پیدا میکنه، رفتارش کاملا متناسب با اون نقش عوض خواهد شد. اما اگه قرار باشه که ناخودآگاه تو نقشی که در واقع به واسطه خصیصه‌های شخصیتی هست غالب قرار بگیره در اونجا، خب مسلما نقش درست نخواهد. بحث اساسی که من روی این نکته میخوام تاکید بکنم و بینندگان توجه داشته باشن اینه که ما به عنوان پدر یا مادر یا کسی که در یک خانواده زندگی میکنه، نقش ما چیست؟ وقتی حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که وقتی اختلافاتی بین مردم به وجود میاد، بیش از هر عبادتی، بیش از هر نمازی و روزه‌ای سفارش شده، پیامبر فرمودند که
وصل کردن آدم ها بله. از هر عبادتی بهتر هستش بله. یعنی نقش یک انسان در تعامل های اجتماعی چیه؟ ما خیلی آدم ها رو داریم که دو به هم زنی میکنن در اونجا. خب حالا یا سهوًا یا عمدن که هر کدومش به اصطلاح آثار خاصی خواهد داشت. اگه یک فردی بیاد به این برسه که من نقشم در اینجا چی هستش، که اگه مثلا بین این دو نفر اختلاف وجود داره چگونه میتونم این را آگاهانه و مدبرانه ایجاد بکنم. متشکر. ما فکر کنم بحث رو میتونیم ادامه بدیم، فقط یه تأمل کوچیک داشته باشیم و برمیگردیم بحث رو ادامه بدیم. متشکر. با ما باشید.